سلام خانم، ممنون که اومدی. خیلی این پرونده رو قبول نکردم. به خاطر شما نیومدم. دوست چندین و چند ساله. نمیدونم چرا ولی ذهنش خراب شده، یعنی نمیذاره کسی کمکش کنه، حتی من. فعلا خانم بهش بگی من بعد جوری ضربه خوردم، بگی اصلا من اینجا حالم بهتر از اون نیست، بهش بگی خورد شدم، هم زندگیمو دادم هم غرورمو دادم، بهش بگین چرا دوست نسرین فیروزی هستم، وکیل مریم رفیعی. وکیل مریم رفیعی اومده جلسه اولی، باید وکالتنامه رو امضا کنه.
بیرون خیلی سر صدا شده. میدونستم اینو میپرسی. نمیخوام ببینم. ولی تو باید از همه چیز خبر داشته باشی. بدونی بقیه چی گفتن. ماجرا رو دارن از کجا تعریف میکنن. کیا به نفع حرف زدن، کیا به ضررت. نمیخوام. نمیخوام این چی ببینم. مریم کارو از این بدتر نکن. نمیخوای همکاری کنی؟ اصراری ندارم. منم این بقیه دوستات از توی روزنامه پیگیری میکنم ببینم ته داستان به کجا رسید. داستان؟ این ماجرا به جز خودت واسه بقیه داستانه. یکی میخواد پاورقیش رو پر کنه، یکی فیلمش رو بسازه، یکی تیراژ مجلش بره بالا، یکی هم ستون حوادثش رو پر کنه. تنها کسی که این ماجرا واسش داستان نیست تویی و البته یه نفر دیگه، یکی که شکسته خورد شده ولی هنوز پات وایساده و نمیخواد که تو فقط براش یه خاطره بشی. کاری نداری برم، موکلای دیگه هم تهران منتظرم. بیشتر از این نمیتونم اینجا بمونم. باشه من میرم، تو هم برگرد تو بندت. هر وقتم فکر کردی به کمک احتیاج داری اون برگر رو امضا کن. فکر میکردم اشتباهی اینجا اومدی. وایسا ببین این دستت خوب نشد، سر همینجوری گیزگیز میکنه. چرا خب مگه قرص نخوردی؟ نه دیگه. من نمیدونم تو چرا انقدر استرس داری. تو توی کارت خوبه، این همه زحمت کشیدی واسش. مطمئنم که قبولت میکنم، من ته دلم روشنه. به دلت برات شده پیرزن؟ باشه من پیرزن، آقا جوون جوون برو ببینم بهت کار میدن. اگه من پیرزن به دلم برات نشه ببین بهت کار میدن یا نمیدن. من قربونت دلت برم که حرفات اندازه اون قرصا اثر میکنه. بابا بابا که از هر سر و کله میپرونه. اتوبوس اومد. بدو باشه میرسیم. زیاد ندار. موزه باش. برو بریم. بلیط داری؟ بلیط داری؟ آره. من نمیدونم. کی منه؟ سلام، خسته نباشی. سلام. برای آگهی استخدامتون اومدم. ثبت نام اینترنتی هم کردین؟ نه دیگه، تو همین روزنامه بود. اولویت با اونایی که آنلاین ثبت نام کردن. ولی شما تو آگهیتون ننوشته بودین که ثبت نام حتما باید اینترنتی باشه. بله، ولی آدرس سایتو داده بودین. اگه مراجعه می‌کردین مشخص بود براتون. حالا بفرمایید بشینید. من در خدمتتون هستم. بفرمایید. حالا بشینید. ببخشید میشه شما اونور بشینی؟ مرسی. هنوزم دلت روشنه نه؟ آروم باش بابا، چیزی نشده که. خوبستی شما، صحبتون بخیر.
نوبت شماست، بفرمایید داخل. بله شما بفرمایید. پروپوزال نمونه کار. خب دیگه فعلا که هیچی، تا ببینیم چی پیش میاد. اجازه. این قرص رو نخوردم ولی الان میترسم از بیخوابی چرتم بگیره. آخای نفر بود دیگه، نوبت ماست. خوش بشه. چشم باشه. چشم آقای رئیس گفتن تعداد اپلیکیشن هایی که امروز گرفتن خیلی زیاده، ایشون به شدت خستن، ببخشید دیگه پذیرش نداریم. خانم محترم باور کنیم ما از 7 صبح تا الان اینجاییم. روی این پروژه کلی کار شده، ما روی این قضیه حساب کردیم. یه خواهشی کنین ازشون بگین 2 دقیقه صبر کنن، فقط 2 دقیقه، یه مصاحبه کوچیکی مثل بقیه. خانم شما ثبت نام آنلاینی هم نکردین. من نمیدونم اینطوری گفتن. بفرمایید. بشکو میبین. خانم شما که از صبح تا الان میدونستین ما آنلاین ثبت نام نکردیم، واسه چی گفتی برو بشین؟ یعنی چی خانم؟ من خواستم به شما لطف کرده باشم. نمیخوام لطف کنی. لطف کردی. صبر کنید خانم. سلام. آقای رئیس من به خدا بهشون گفتم ولی همینطوری یهو سر انداختن پایین اومدن تو. کاملا بی‌ادبانه. خانم محترم این حرفا چیه میزنید؟ آقا شما خسته این؟ میدونم. به خدا ما هم خسته این. شما وقت ندارین؟ خب ما هم وقت نداریم. بالاخره هر کس یه جور خسته است، یه جور وقت نداره. ما از سر گرفتاری گیریم، بعضی از سر خوشی. من مطمئنم شما اگه یه فنجون قهوه بخورین خستگیتون در میره، ولی ما و امثال ما نه. میگم اگه آبدارچیتون رفته مرخصی یا احیانا ایشون هم خستن، من خودم براتون یه فنجون قهوه درست میکنم، بخورین، خستگیتون در میره. ولی فقط 5 دقیقه، 5 دقیقه واسه ما وقت بذارین. بیرون باشین. با شما نبودم خانم مهندس. اوه ببخشید، حق دارین، خیلی وقت معطل موندیم. حق با شماست. ولی نباید عصبانی بشین. حالا بفرمایید بشینید پروپوزالتونم. متقاضی کارشونه. بفرمایید پروپوزالتون رو بیارید. سعید ابراهیمی امینم، آخرین طرحی که خواسته بودیم. بفرمایید. آقای ابراهیمی میخوای بگم یه لیوان آب برات بیارم؟ جان نه خیلی ممنون. مرسی. مثل اینکه بار اولت میخوای استخدام شید نه؟ والا ما این طرح رو تا حالا 1000 جا بردیم، 1000 جا هم رفتیم، تا پای استخدام هم رفتیم، ولی نمیدونم چرا نمیشه. دلیلش اینه که اعتماد به نفس نداری، باید واسی از طرح دفاع کنی. آقا شما الان این طرح رو هیچ جا نمیتونی. حق داره، خب بهش حق بدیم، به خاطر اینکه با این برخوردی که با آدمایی مثل ما میکنن دیگه جایی برای اعتماد به نفس نمیمونه. مگه آدمایی مثل شما چشونه خانم؟ آدمایی مثل ما که روی زمین به این بزرگی زندگی میکنن و هیچ کسو ندارن، نه پول، نه پارتی، نه خاله و عمه و عموی گردن کلوف. آقا سعید من واقعا تعجب میکنم آدم یه همچین دوست دلسوزی داشته باشه، بازم دست پاچه باشه و هول باشه و اینطوری باشه. واقعا نمیفهمم. مرسی لطفین. دوستم نیستن. آه اوکی اوکی گرفتم. جدیدن اسمش شده همراه. همراه سعید جان اینجا که کمیته انضباطی دانشگاه نیست برادر من. نه نه واقعا خارج از شوخی دوست دخترم نیستن. نیستن. خیلی خارج از این من خودم تشخیص بدم اینم چقدر باهوشم. حالا یه نگاه به من بکنید. شبیه هم که نیستیم، خواهرت هم که نیست. نه خانومه. چیه؟ ازدواج کردیم. آه همسرت. خیلی خوب.
اصلا بهتون نمیاد مگه؟ شما چند سالتون؟ اصلا سنتون به ازدواج نمیخوره. ما یه 8 ماهی که ازدواج کردیم و الان داریم با هم زندگی میکنیم. خوبه خدا رو شکر، فقط یه چند وقتی که بیکاریم و مثل که دل پولی داری آقا سعید. نه البته جسارت نباشه. نه خیلی خوب، ببین من خودم سر صحبت رو باز کردم، بحث رو یه جورایی به اینجا رسوندم که یه جورایی همچین استرابت کمتر شه، ریلکس تر شی. خب کلن یه چیزی بهت بگم، تو خوشبخت‌ترین مرد دنیا هستی. چطور؟ جدی میگم. ببین با این استرابی که تو داری نمیدونم چجوری شب خواستگاری تو پشت سر گذاشتی. تو با این وضعیتت باید الان تا آخر عمر عذاب میموندی. خیلی خوب، حالا که ترست از من ریخت دیگه استراب هم نداری، شروع کن. من فقط جسارتاً قبلش یه چیز خدمتتون عرض کنم، چه استخدام بشم چه نشم، حالا هرچی صلاح باشه، این رفتار امروزتون محبتتون رو یادم نمیره. برو سر اصل مطلب، مرد ایرانی. نقشه ها که خدمتون هست، اینم یه تیریدی کوچولو از طرح اصلی کار با یه کانسپت رتروسپکتیو. ببین در مورد این چیزا کمیته فنی تخصصی ما نظر میده، من در مورد مسائل کلی بحث میکنم. من فقط یه توضیح راجع به این DVD که دادم خدمتتون. الو ما فهم هستم، لطفا شماره منو یادداشت کن. 0912 112 48 48. بله میگم علی ایارو خوشم اومده، خیلی آدم حسابی بودی، چجوری برخورد کرد؟ من فکر کنم از طرح خوشش اومده بود. چه میدونم، ولی به هر حال هرچی بود که نباید اینقدر زود باش فامیل میشدی که همه چی رو بهش بگی، کل زندگی رو تعریف کردی. چیو؟ همین که گفتی توی خونه اجاره ای زندگی میکنیم و نمیدونم مشکل داریم و این حرفا، خیلی به هم برخورد سعید. خب اگه دروغ گفتم بعدشم ما الان تو همه چیز زندگیمون موندی. چیزی نیست، لیوان شکست. تو بیداری هنوز؟ آره بابا خوابم نمیبره، 3 ساعت دارم به خودم میپیچم. بدش کن سعید جان، خودم صبح تمیز میکنم. سعید باشه عزیزم، باشه. بله سلام. نخه نیستم. خانم خیلی ممنونم، خیلی لطف کردین. نه بهشون میگم،
واقعا ممنونم از شما. نه حتما بهشون میگم. بله بله. جونم سلام. تو رو خدا. خب کی؟ باشه باشه من همین الان میام. باشه قربونت برم عزیز. قربونت. جونم من 5 دقیقه دیگه میرسم اونجا. آره. باشه اومدم بیرون به زنگ میزنم. قربونت قربونت خدا بس. یه چیز دیگه هم میخوام بهت بگم. ببین خدایی کارات بد نبود ولی مثل تو خیلی ها بودن. اگه بخوایم انصاف داشته باشیم خیلی ها حتی کاراشون از تو بهتر بود ولی میخوام بدونی برای چی این کار رو بهت دادم. به خاطر زنت. یعنی اگه مجرد می بودی عمرن همچنین کار مهمی رو به دست نمی آوردی. یعنی من حس کردم تو آدمی هستی که برخلاف خیلی ها که از زن فقط فکر عشق و حالش هستن به زندگی داری فکر میکنی. خب این نون چرا تو سفره تو نباشه؟ و این برام خیلی مهم بود. خدا رو شکر که هنوز آدم های مردی مثل شما پیدا میشن. من فقط نمیدونم چجوری باید جبران کنم. شما بگید من چیکار باید بکنم؟ برادری کردی؟ آدم واسه برادرش که جبران نمیکنه که. فقط یه چیزی باید بهم شیرینی استخدامتو بدی. حتما چشم. یه شام افتادی. آقا ما مخصوص شما فقط بگید کی تایمتون آزاده که من بهترین رستوران هر جا بگید در خدمتم. کامان مرد رستوران چیه؟ من نمیخوام تو پولاتو از دست بدی، نمیخوام شانس خوردن یه غذای خونگی رو از دست بدم. چطوره؟ دیگه آقا افتخار میدی به ما اگه یه روزی میاد که نمیدونیم کی هستیم، یار کی بودیم و عشق کی بودیم و چی هستیم. شیرین شیرینم واسه تو شدم یه فرهاد، شیرین شیرینم ندی زندگیمو برباد، ندی زندگیمو برباد، ندی زندگیمو برباد. خیلی هنر زدید خان. غذا سرد شد. بله بله. این مژده گر جان فشانم رواست. چه کار کردین خانم؟ بله بله. اجازه بدید. خواهش میکنم. میگم اینو قلبم میگم. این میز شما رو با میز ویژه سرآشپز تو گرونترین و بهترین هتل دنیا عوض نمیکنم. اینو من قلبم دارم خدمت شما میگم. ممنونم شما لطف دارین. ولی به نظر من یه ذره از این غذا بخورم ببینی خوشمزه است، بدمزه است، شاید دستپختم خوب نباشه تعریف میکنی. نه دیگه از وجناتش پیداست که شاهکار کردی. من تا آخرش رو خوندم. شلوت کنید. سوپ رو. مرسی. من یه چیزی حدود 21 سال پیش که از زنم جدا شدم تا حالا باور کنید مستمر غذای خونگی نخوردم. اینقدر غذای رستوران رو بفهمید. این چی میگن آتشخاله فست فود خوردم که از هر چی غذای بیرون متنفرم باور کن. شما اگه افتخار بدید تشریف بیارید منزل ما، من قول میدم بهتون که به سفارش خودتون غذای خونگی درست کنم. خانم تعارف اومد در من داره. خب من تعارف نمیکنم، سعید میدونه. شما جای پدر من، یعنی جای برادر بزرگ من هستی، فرقی نداره. البته اینم که میگم به خاطر جای پدر، یه موقع به خاطر سن و سال نباشه. خانم من سنی ندارم. نمیدونم چطور شما این اشتباه کردیم. من خیلی زود ازدواج کردم. خب خیلی هم اشتباه بود میدونم. الان با این قیافه یه دختر 23 ساله دارم. ماشاءالله نمیخوره اصلا. این دخترتون همسن منه؟ من 22 سالم بود که اون به دنیا اومد. ولی کاش زودتر میگفتین. من خودم زنگ میزدم دعوتشون میکردم میومدن اینجا کنار هم بودیم. ایران نیست. ببخشید من یادم مثلا
شما هم ناراحت کردم. نه باید خیلی ببخشید. خواهش میکنم. یه دونه از این قرمه سبزی بخورین، خیلی خوشمزه است. یعنی اگه نخورین فکر میکنم دست به خود دخترتون دوست ندارین. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. مریم خانم شما از خودت بگو، چی کارا میکنی؟ چی خوندی؟ من مترجمه زبان فرانسه خوندم. الان دو ترم از درسم مونده. چه جالب. من عاشق زبان فرانسه هم. یعنی همیشه هم دوست داشتم یاد بگیرم، ولی متاسفانه نه وقتش بوده، نه حوصله‌اش، نه مهمتر از همه همتش. شما اگه وقتش رو داشته باشین، مریم میاد بهتون درس میده. جدا؟ خب خانم، من تمام قد در خدمت شما، حتی روزای تعطیل، حتی جمعه ها. تلفن وصل نکن، کسی رو هم نمیبینم. کلاس زبان شروع شده. ممنون. خب خانم مریم خانم، ما در خدمتون هستیم. خواهش میکنم. فقط این که میخواین از محاورات روزمره شروع بکنیم یا نه برای شروع چند تا کلمه با هم حفظ کنیم؟ اونجوری که باید تفاوت رسم الخط زبان فرانسه و انگلیسی رو هم برام توضیح بدین. این آهنگ مورد علاقه من. خیلی ازش خاطره دارم. ولی متاسفانه هیچ وقت معنیش رو نفهمیدم. مریم، میتونم خواهش کنم برام ترجمهش کنی؟ بله، حتما. دوست من، روزها برام بی‌معناست. شبهایم بی رویاست. ای کاش جدایی تنها یک واژه بود. دوستت دارم. دوستت دارم. ببخشید. مریم جان ببخشید. ببین اینا جا نمیشه که. کل زندگیمون همینه دیگه. ببخشید آمه از که سه ماه قرار اونجا باشیم آمه. سعید جان عزیز من، مردم میرن کیف کفش مانتو همه چیشون رو از اونجا میخرن. تو داری اینجا بار میکنی ببری؟ خب پس چیز کنیم. اینا رو نصفشو نبریم؟ اولین حقوق هم که گرفتم نصفشو میدم، برو خرید کن هرچی دوست داری بخر. شما قبل خرجی نکنین رو سریعه من رو جمع کردی. من رو بده این تو دیگه. قربونت برم، داشتم واسه سلیمی جریان عروسیمونو تعریف میکردم، چجوری رفتیم دوتا حلقه نقره ساده گرفتیم و همینجوری من نگاه میکرد، اصلا باورش نمیشد. پرسی یعنی هیچی ازت نخواست؟ من نمیفهم تو چرا میری همه چیز زندگیمونو به همه میگی. سعید جان، آدما تو زندگیشون یه سری یواشکی دارن که این یواشکی‌ها رو هیچکی نباید بفهمه. چرا میری میگی؟ واسه اینکه اون بنده خدام شام بلند شد اومد خونمون، همه زندگیشو به ما گفت. اون گفت. شما بعد بهش میگفتی؟ ای بابا گیر دادی ها. خدا یارو غافلگیرم کردی. گفت بجای فاز 1 برو فاز 3 نظارت کن. منم خوشحال شدم دیگه، مجبور شدم قضیه ازدواجمونو بگم دیگه، که داد نماینده دادستانی اجازه عقدمونو داد و بابات مخالف بوده و بعد دیگه ما کلاً 18 تومن دادیم و رفتیم 4 تا پیتزا خوردیم با دو تا شاهد. گفتی من سس سفید و قرمز با هم قاطی میکنم، فلفل میزنم، اینو تعریف کردی؟ الان داری تیکه میندازی؟ نه. نمیدونم چرا. ولی از اینکه این آدم همه چیز زندگیمونو بدونه اصلاً حس خوبی ندارم. ناشکری میکنی. به خدا داری ناشکری میکنی. تر هم قبول شده. استخدام شدم. داریم میریم یه جای خوب به عنوان ناظر پروژه. اینا کمه؟ اصلا یه رئیس خوب گیرم اومده، یه آدم حسابی. بده؟ نگفتم بده، گفتم حس بدی دارم.
نه ما الان جلوی این ترمینال ورودی بله شما کجایی؟ آها دیدم بله یه هفته اول تو هتل میمونی. چطور؟ خونه هنوز آماده نیست؟ چرا آماده است؟ ولی آقای سلیمی خواستن هفته اولی از کار و زندگی برای شما دوتا خبری نباشه. این کار اومدین موثر. برین تو هتل بمونین، استراحت بکنین، خریداتونو بکنین، یه راهنما براتون گوشتن. بعد ایشالله از هفته دوم کارتون شروع میکنین. بسیار خوب. کنسرتاشون هم اینجا مجانیه. یه نوع مشتری هم بیشتر نداشت. این کنسرت نیست. اونی که شوخی کردم عزیز جان. محلی‌ها دارن تبل میزنن که عبدالما تومش رو پس بده. چی؟ عبدالما. آخه اینجا محلی‌ها میگن اگه یه کسی غرق بشه عبدالما بلعیدتش. یعنی الان کسی غرق شده؟ حتما همینطوره. اون پیره مرده رو دیدین؟ این بند خدا الان مدت هاست که هر روز میاد همینجوری لب آب وای میسته به این بومی ها پول میده که براش تب بزنه میگم بند خدا دخترش غرق شده چی دارم میگم آقا حرفای خوب خوب بزنیم بگذاریم راستی برنامه چی جوریه ما از این بعد با شما باید بریم این منور من راننده نیستم منتها این دفعه بار اولیه رو آقای سلیمی از من خواهش کردن که استثنا خودم بیام عقب من عماد شکوری هستم رئیس دفتر آقای سلیمی تو جزیره آقا ببخشید واقعا من عذرخواهی میکنم که نشناختم ببخشید نه عزیزم ما اینجا همه با هم رفیقیم ما روزا تو محیط کارمون همه جدی رسمی هر کسی کار خودشو بلده شب هم تو دوره هم یا ریلکسیم میگیم میخندیم نداریم دیگه به اینه بهشته الان میدونی چی توی این اتاق اضافیه؟ این دوتا اولین فرصه با اینا رو عوض کنی میدونم چرا ساکتی باورت نمیشه هنوز نه؟ سلام خوش میگذره همه چی خوبه آب و هوا خب اینم یه سورپرایز از طرف آقای سلیمی چیه این؟ شما. این دوتا آبربانک با کد رمزش رانندم دم در منتظرتونه هماهنگ شده که کمکتون کنه راهنمایی کنه برین برای خرید لباس و اینجور چیزها که حسابی نونوار بشین شیک برای جشن امشب جشن چه جشنی؟ جشن افتتاح فاز 3 بله به آقای سلیمی سلام برسونید بهشون بگین که ما برای جشن امشب اینقدر لباس داریم که ایشون آبروشون نره من قسم جسارت نبود و البته من اصلا اینجوری کارم این خواست آقای سلیمیه فعلا خدافظ امشب خدافظ من نمیفهمم تو چی فکر میکنی این وسط اگه کسی قرار تحقیر بشه منم چون کاری که من باید برات میکردم پدرم برات میکرد الان یکی دیگه داره میکنه نه شما که ناز و نعمت خونه پدری رو ول کردی اومدی شدی زن من پسر یه لاغبا ولی بنده هم هیچ تحقیر نمیشم چرا زن و بچهش ولش کردن رفتن اون بر دارن اشغال میکنن این بدبخت رو تحویل نمیگیرن اونم داره با هم مثل بچه‌هاش رفتار میکنه سعید خدا کنه همون جوری باشه که تو میگی یعنی چی؟ من هنوز خودم گیجم ببین خواهشم وقتی چیزی نمیدونی منو عصبی نکن پاشو
خوشو حاضر شو بگیم. فکر هم میخوای عذرخواهی کنی. ببخشید. عزیزم من اگه عصبی میشم به خاطر خودت. خب تو وقتی ناراحتی منم ناراحت میشم دیگه. خوش. مخلصم خوش. واقعا مهمونی کاریه، نمیدونم خانوادگیه، چیه قضیه؟ چرا این همه هزینه کرده؟ دیگه حالا گرفته دیگه، حالا لطف کرده بیچاره. فکر نمی کنی زیادی لطف کرده؟ من چه میدونم، حتما این لباس هم باید اونجا بپوشیم دیگه. فقط یاد باشه اونجا چند تا عکس دو نفره بگیریم واسه خونه بزنیم در دیوار. میگم اینجور جا گشتن هم حسابی بلد بودن میخواد ها. یه کاری نکنی بگن یارو اموله. یعنی چی اموله؟ فرق نمی کنه که آدم هر جا باشه باید خودش باشه. و این جمله از کی بود؟ مهم نیست از کیه، مهم نیست که آدم بهش گوش بده و عمل کنه. خانم خیلی بهتون تبریک میگم، خیلی مبارکه، خیلی مریم خانم، لیاقتتون خیلی بیشتر از این هست. دستتون درد نکنه، خیلی ممنون. مال شما بود. خیلی زحمت کشید. مرسی، مبارک. مرسی، متشکرم. چرا نگرفتی؟ چون کنم؟ بسه انتظام گردنت؟ نه عزیزم، نه من پس واسه من باشه؟ شوخی کردم آقا، به فهم خیلی ناراحت میشه. دیوونه این که خیلی خوشگله، نکنه انتظار هدیه گرونتری رو داشتی؟ نه واسه شراره یه مدالیوم گرفت، انقدر زمرد داشت. واسه شه تولد گرفتیم کشتی، عجب شبی بود. شراره؟
آره شراره نکبت الان برای آب تو عشق و حال برش کن. ببین وقتی یه زن ناراحته یعنی خواسته داره که شوهرش نسبت به اون خواسته بی‌اعتناست. خواسته خانم تو چیه؟ یه عروسی مجلل و متفاوت و چه میدونم دهن پر کن که خب اینا اتفاق افتاده. تازه تو آینده تو رفاقتتون همه چی بهتر هم میشه. من بهت قول میدم. ببین سلیمی شما رو به چشم کارمندش صرفا نگاه نمیکنه و نه لزومی نداشتین همه خرج کنه تدارک ببینه. اون شما رو دوست خودش میدونه. حالا من نمیدونم چی توی تو دیده خوشش اومده ازه. دوست داری بابا میخواد باهاتون رفاقت کنه، حال کرده، میخواد باهاتون یه عمر رفاقت کنه، میخواد با هم باشین، با هم باشین. آره تو درست میگی، ولی مریم دختر سرسختیه، یعنی یه اصولی برای خودش داره. نه اینکه بگم بده، ولی توی اینجور جا احساس راحتی ازش میگیره. یعنی ما خیلی با اینجور طرز زندگی و معاشرت راحت نیستیم، جور نیستیم. خانم دادم سنتی به نظر نمیرسه، لباسش رو اینار میگم، ولی خب ذهنش مقدار سنت زده است. من پاکی و نجابتش رو با هیچی عوض نمیکنم. وایسا وایسا. آه خوبه خوبه خوبه. بینو ببین. ببینم. بیا. خیلی قشنگ شد. خیلی آدم های خوبی هم. درسته یه ذره طرز زندگیشون به ما نمیخوره، ولی خدای خیلی با محبت هم. دیشب دیدی؟ به طرز زندگی آدم ربطی نداره. آدم خوبت همه جا هست. فرقی نمیکنه که. چه قشنگه. اونجا رو. فعلا که شما لج کردی و با کیم لج کردی من نمیدونم. بعد برای اون مهمونی گرفتن کادو دادم بهمون. بی خیال سعید ولش کن. این چنده؟ 4 تومن. قابلم. بیا. دوستش نداری؟ چرا؟ تو فکر اون پیره مردم. کدوم پیره مرده؟ همون که بومیا واسه پیدا شدن دخترش طبل میزنه. تفلکی رو به رو ساحل شرکت خیره میشه به دریا. آن دیگونه. خب؟ میگن دخترش نمرده. دیشب که از این دختره که تو مهمونی بود گفت باش دوسته. پیره مرده تا اینجا رد دخترش رو زده. ولی خبر نداره که دخترش با چند دختر دیگه فرستادنشون برا. خب چیز جدیدی مگه؟ مگه در اون بودی تو روزنامه نخوندی؟ تو مجله نیدی؟ ها؟ خیلی خب شروع کنیم. فعلا این چند تا لغت کار میکنی. شما همیشه اینقدر جدی هستین یا فقط سر کلاسای من؟ بله چون نمیخوام بهم انگ معلم بد بودن بخوره. درزه جلوی شاگردای تنبل بازیگوشو باید گرفت. کتابایی که بهتون گفتم تهیه کردی؟ شاگرد تنبل و بازیگوش. ولی یادت باشه خانم معلم، درس معلم باید برای شاگردای تنبل و بازیگوش زمزمه محبت باشه. شعرشو که شنیدی که میگه جمعه به مکتب آورد طفل گریز پایر. نه؟ حالا من به عنوان شاگرد میخوام از خانم معلمم یک گلایه داشته باشم. ببین مریم، من اون شب وسط اون همه پروژکتور و نور فلاش و این چیزا که حتی ستاره قطبی هم گم شده بود، برق اون مدالیوم تو دیدم ولی برق چشمای تو رو ندیدم. میدونی من خیلی سعی کردم تو رو خوشحالت بکنم، تمام سعیم این بود، ولی تو یه کاری کردی که بدجور تو ذوقم خورد. ببین آقای سلیمی، من حسرت به دل اون عروسی و جشن و مدالیوم نبودم. سعیدم اگه به شما گفته خیلی اشتباه کرده. آفرین آفرین.
مریم باور کن همین غرورته که باعث شده من سر تعظیم جلوت فرو بیارم. اینو قلبا دارم بهت میگم. اختیار دارین، شما بزرگ منین. از همون روز اولم بهتون گفتم که شما واقعا حکم پدری برای من و سعید دارین. از بابت جشن و غافلگیریتون واقعا ممنونم. اصلا نمیخوام شما رو ناراحت کنم. اگه اجازه بدیم من رفع زحمت کنم. نه باش، یه خواهشی ازت داشتم. اون ترانه فرانسوی بود که گفتم خیلی ازش خاطره دارم، میخواستم خواهش کنم اگه ممکنه یه بار برام بخونی. خواهش میکنم، دیگه اینو ازم نخوای. خب لااقل دکلمش کن برام. من شعرشو فراموش کردم. خیلی خوب، خیلی خوب، باش. من فارسیش یادم مونده، اگه میشه تو فرانسهشو بخون. دوست من، روزها برایم بی‌معناست، شبهایم بی رویاست. ای کاش جدایی فقط یک واژه بود. دوستت دارم. دوست. روز اول کاری با یه عالم مهندس با سابقه زیر دستت. این جعبه رو جا گذاشتی؟ هر کی گرفته خودش هم بره پس بده. یعنی چی؟ یعنی که من چمدونم رو بستم که فردا تو خونه جدیدمون همینجا بازش کنیم. فقط موندم یه اسباب اساسی تهران رو چجوری بیاریم. کلی خنزر پنزر داریم. بیچاره ماهیام آبشون رو این مدت عوض نکردیم. حتما تا الان مردن. شما نگران نباش، من فردا خودم عوض میکنم. این روزبازی ها به خاطر چیه؟ به خاطر بی‌غیرتی های شماست. چی گفتی؟ تکرار کن حرفتو. اکردی ازت میترسم؟ واسه چی از خانه بابام زدم بیرون؟ واسه اینکه اون نامردم میخواست دست منو بذاره تو دست یه بی‌غیرت تر از خودش. من دنبال یه پناه بودم، دنبال یه مرد، مردی که پشتم باشه، مردی که پشتم باشه وایس جلوی همه این نگاه‌های مریض و کثیف دور و برم. سعید من با همه این ندارید ساختم. اون مردی که بعد الان ازم دفاع میکرد و پشتم وای میستاد و از خودش غیرت نشون میداد. خیلی با تو فرق میکنه. خیلی. نه مثل که خیلی دلت پره. آب و هوای اینجا بهت نساخته، توهم زدی. خبر نداری، تقصیری هم نداری، چون محبت ندیدی، نه از پدرت، نه از نامادری، نه از یه خری مثل من که خواستم هم شوهرت باشم هم پدرت. حالا یه نفر بهت محبت کرده، باورت شده، هولورت داشته، فکری چه خبره؟ آخه اون چیزی که تو دست و پا شیخته زنه، دختره. از فردا بهش میگم دور و بارو تو مهمونی ها خط بکشه، حرفم نزنه. تو هم دیگه لازم نکرده بری پیشش. زبان میخواد یاد بگیری بره کلاس. کجا؟ یه اجازه من. چه عجب به غیرتت برخورد. چی شد خانم؟ متاسفانه ایشون وقت ندارن. من باید ببینم ایشون. متاسفانه ایشون وقت ندارن. مهندس کجا؟ با چه روی اینجا پیدات میشه نمیدونم. حالا دیگه برای من وقت نداری. وقت دارم ولی با یکی مثل تو حرفی ندارم. همه حرفا بمونه واسه هم روز دادگاه. البته واسه تو که بد نشده، خودتو کشوندی بالا شدی رئیس. فقط یه چیز بهت بگم،
تمام کارمندای شرکت میدونن نامه‌ای که سلیمی تو رو رئیس معرفی کرده جلیه. یادم باشه به وکیلم بگم یه شکایتم بابت تهمتی که الان بهم زدی بذار رو پرونده زنت که معلوم بشه چی جلیه چی درست. ها؟ آره اتفاقا منم منتظرم تو معلوم بشه واسه چی منو فرستادی دنبال نخود سیاه و تو رفتی دنبال زنم بردیش دفتر. آره خوبه خوبه حتما این کارو بکن. حالا بزن به چاک. چیه به پلیس میخوای زنگ بزنی؟ شاید هم به نشکش. کسافت نیگو علکی نمیشه ما بازه که منو بکشونی اونجا. تمام زدی برو از تمام مهندسان اونجا بپرس. انفجاری دیگه نمیتونه اتفاق شده باشه چون اگه دستگاهی شده باشه اولین کسی که منفجر میشه به روح خدا اون آدمه. چی شده اما جان؟ حسابات اون بیرون هم رفت نه؟ من الان رسیدم. منشی گفت ببین آقای محترم من اینجا آبرو دارم پس هرچی اون زن دیوونه توهم زدت به باد داده بسه. پاشه جمع کن بارو. زن من توهم زده بود. این پیرمردی هم که وای میسه اینجا ظلم میزد به دری اونم توهمه ها؟ دخترش کو؟ دخترش کو؟ در رفت نه؟ دو روز مونده به عروسیش در رفت نه؟ خانم همه شلو داده قبلا تو مستی. گم شو بارو بیرون کسافت گم شو. شنیدی که گم شو بیرون. اگه نری همه شاهده رو جمع میکنم. اشتباه من این بود که همه رو با خودم مقایسه میکردم. اصلا فکرشم نمیکردم که اون آدم بخواد به زن من نظر داشته باشه. اونجوری که برام تعریف کرد تو همون روزی که اون اتفاق افتاد خواستش رو رکو علنی گفته. ببین مریم تو این دور و زمانه یه جورای آدم های قرص و محکم حکم کیمیا رو پیدا کردن و تو با اون آدم خیلی فرق میکنه. خیلی یادم میاد اون روز اول تو دفترم میخواست دست من رو ببوسه. حالا نمیدونم تو چی شده یه دفعه همه چیز یادش رفته. سرش رو بالا میگیره اینجوری مستقیم تو چشای من نگاه میکنه. خیلی عوض شده. ولی تو با اون فرق داری. خیلی. خیلی از سرش زیادی هستی. خیلی. مریم. من آدم بیشرفی نیستم. میفهمی؟ خب گوش کن چی میخوام بهت بگم. من میخوام بهت پیشنهاد ازدواج بدم. اصلا هم هزیو نمیگم اما بعد از جدا شدن از اون از همون آدم. آره آدمه که خوشتیپه. آره خوشتیپه خوشگله اما خوشگله بی خاصیت. اصلا نمیفهمم دختر واسه اون کم نیست اما نه یکی مثل تو. میفهمی؟ مریم میدونی وضعیت من این وسط چیه؟ میفهمی منو؟
حکم اون بومی بدبختی رو دارم که اینقدر باید به تبلش بکوبه، اینقدر باید به تبلش بکوبه تا امواج دریا اون طعمه‌ای رو که سالها پیش ازش گرفته بودن بهش برگردونن، تا به ساحل امنش برسونن. ساحل امن یعنی همین جایی که من الان وایسادم؟ اون وقت من مهمونشم وقتی زندگی شما. میتونی برگردی عقب از وسط اون امواجی که توش بودی نگاه کنی؟ یادت نمیاد؟ یعنی اینکه پدر من کی باید بیاد جلوی ساحل به بومیا بگه که تبل بزنن و از دریا تومه بلدشارشو پس بگیره؟ تو رو خدا اینقدر منو تحقیر نکن. به من بگو باید چیکار کنم که بتونم اعتمادتو جلب کنم. هر چی بگی قبوله. قول میدم. حتما. آره حتما. دست از سرم بردار تا دوباره بتونم بهت اطمینان کنم. یعنی حرف آخرت همینه؟ شما برداشت دیگه ای داری؟ آره. میدونی الان که دارم فکر میکنم متوجه شدم اشتباه کجا بوده دختر خانم. من خیلی اشتباه کردم، بهت پیشنهاد ازدواج و طلاق و این شلوارا رو دادم، بی خودی برات شخصیت قائل شدم. بعد بهت پیشنهاد دوستی میدادم خیلی راحت، بعد بهت پیشنهاد دوستی میدادم، تو هم اونقدر اون احمق رو دوست داشتی که قبول کنی. من شک ندارم کار اماد و ویلاه، یا حداقل اونو خبر دارن قضیه چیه. فعلا که آقا شده رئیس شرکت و خانمم داره رول عاشقای سینه شاکو براش بازی میکنه. هر دوتا اینا زمان قصد جای دیگه ای بودن، شاهد دارم. آخه شاهده کیان؟ چهار تا کارگرن که دارن پولشون از اماد میگیرن. به هر حال نمیشه همه رو یه جا زیر سوال برد. همه کارگرا که با هم دروغ نمیگن، یا حداقل نمیشه ثابت کرد. من از صبح دارم به موضوعی فکر میکنم که برام تعریف کردی، یعنی سلیمی برات گفته مریض بوده، سرد داشته. آره همون شبم سردرد رو بهونه کرد، یه قرص خورد. من یادمه بابا بزرگم که تومورش بزرگ شده بود هی قش میکرد، دکتر از همون قرص بهش داده بود میخورد، داروی سر بود. همین خودش یه قدمه، میتونه ما رو به جای خوبی برسونه. سلیمی دچار حمله سر شده و زمین خورده. خب ما میتونیم آدرس دکترش رو بگیریم پیدا کنیم؟ آره بازپرس پرونده میتونه ازشون بخواد در اختیارمون بذاره. خسته نباشید خانم، یه کپی کامل از این پرونده میخوام ببرم پیش مدیر برابر اصل بشه.
چند لحظه تشریف داشته باشید. خواهی محترم، نادر سلیمی نداریم، این پرونده حمید سلیمی هست. شما خانم عزیز، شما لطف کنی پرونده ایمون کسی که من این نامه رو آوردم بدین. این نامه که شما از دادسر رو آوردی به نام نادر سلیمیه. این پرونده ای که ما اینجا داریم حمید سلیمی فرزند نادر. حمید که چند سالشه؟ اجازه بدیم 18 سالش. خانم عزیز، نادر سلیمی اینجا بستری شده دو سه روز، نوار مغزی شده. یعنی چی این که؟ این تنها پرونده یکی از سلیمی داریم. متوجه نمیشم، یعنی پسرشه؟ حمید سلیمی فرزند نادر. احتمالا پرونده رو خودشون از اینجا گرفتن. چرا؟ معمولا برای اینکه بفرستن اون طرف، یه جور خاطر جمعیه، البته یه کسی رو اونجا داشته باشن. خیلی عجیبه، هیچ جا صحبت از پسرش نبود، همه میگفتن یه دختر داره. حالا گفتن که از بیمارستان، از آسایشگاه آوردنش بیمارستان برای یه سری چکاپ سالیانو، این حرفا درست یادم نیست. مشکلش چیه؟ مشکل که گفت که نمیدونم روانی عقب افتاده است، یه اصطلاحی هم گفت یادم رفته متاسفانه. آروم باش. ولی خودش گفت که زنش رو طلاق داده، یه دخترم داره که ایران نیست. تا اینجا نبودن اولیاء دم رو گذاشیم به حساب اینکه نیستن، ولی میتونستن از اونجا اقدام کنن، وکیل بگیرن. همین مورد رو دنبال کن، سرنخ خوبیه، میتونه ما رو به جای خوبی برسونه. سهم ما ایره شاید زیاد و چم، یک سبد لبخند یه لحظه انقدر سم ما اینه. سلام حمید، چه نقاشی قشنگی، مهمون داریم. مهمون؟ یه مهمون ویژه فقط برای خودت. آروم آروم. مادرم میگه ما آبرو داریم. میگه میدونی تو نوه چی هستی؟ دیگه نباید صدای خواهرتو کسی بشنوه. الو گوشی، حمید جان تو بشین. شما چه خبر؟ هیچی، من که خوردم به سنگ. نه، این طفلک پسر سلیمی نیست والا. باش. زنت بود؟ ای کلک، نامزد داری ها؟ شما همه تو فکر میکنین من بچه‌ام، بزرگ شدم. خانم جون میگه من فرق خوب و بد رو میفهمم، فرق زن و مرد رو میفهمم، دیگه نباید برم تو زنونه، باید برم قاطی مردا. خداحافظ. کجا؟ تازه زنت زنگ زده. چند لحظه صبر کنید آقا. خانم عبدی، حمید رو ببر توی اتاقش. این رسمش نبود آقا، من به شما اطمینان کردم، گفتی در بستگانش هستید و واسه سبب اومدید، منم حرفی نزدم، ولی فکر میکنم شما خبرنگار باشید. حتم دارم که هستی. نه خانم اشتباه باشه. لطفاً چند لحظه بیاید بشینید. خانم عزیز، چند دقیقه بیشتر وقتتون رو نمیگم، بفرمایید بشینید.
مادرش دوست نداد در مورد اون قضیه مصاحبه کنه. خواهرش هم همینطور. الانم که تو کل روزنامه پر شده از خبر قتل آقای سلیمی. گفتم یه وقت حرف این بچه رو بر ندارین چاپ بکنین. تحت درمانه، ممکن توهم داشته باشه یه حرفی از خودش بگه. یا اینکه حرفی از دیگران بشنوه و تو دیوار بخواد بیانشون بکنه. در ضمن اینجور مواقعی که میدونی مردم دنبال چیه، ذهنشون سری میره به سمت اینکه مرد آدم بدی بود و به زن مردم هم چشم داشته و بچه‌ش هم شده این. مسئولین آسایشگاه اصلا دوست ندارن این اتفاق بیفته. همونطور که زن و دختر آقای سلیمی سکوت کردن، ازتون خواهش میکنم شما در این رابطه چیزی چاپ نکنید. خواهش میکنم. ببینید من خدمتتون عرض کردم همون اولام که اومدم، گفتم من خبرنگار نیستم، شما میتونید الان بگید بیا منو بگردن، من هیچ چیز ضبط شده همراهم نیست. فقط شما الان تو صحبتاتون گفتین که اسم از خانم سلیمی آوردید، مادر حمید. میخواستم بدم که شما یه نشونی آدرسی چیزی میتونید ازش به من بدید. شما که میگفتید از بستگانشون هستین. بله من گفتم، فقط چیزی آقا که آقا برای من مسئولیت داره. نه اجازه بدید شما، من توضیح میدم خدمت. لطفاً اصرار نکنید تا قبل از اینکه انتظاماتو خبر کنم. لطفاً برید بیرون. بفرمایید آقا، بفرمایید بیرون. چشم. خانم وکیل بفرمایید. ببخشید مصدع اوقاتتون شدم، میدونم سرتون شلوغه. خواهش میکنم، اشکالی نداره، من لایحه‌تون رو مطالعه کردم. مدارک پزشکی مبنی بر مسروع بودن مقتول باید مستنداً ارائه بشه. عجیبم همینه، ولی قبلا به همسر موکل من گفته بوده که یه چند وقتی سردرد داره، اون دیده بوده که داروی سر مصرف میکنه. ببینید خانم، این نمیتونه نکته مثبتی تو پرونده باشه. میدونم، اما اگه من توی مثلاً به این مورد اشاره کردم به دلیل مفقود شدن ناگهانی کلیه مدارک پزشکیشه یا لااقل نسخه هاش. البته پزشکی قانونی ضربه رو در حالت عمودی و سپس سقوط بیشتر به واقعیت نزدیک میدونه تا سقوط و سپس ضربه سر به کف زمین. درسته آقای بازپرس، اما فکر میکنید موکل من میتونه این نیرو رو داشته باشه که چنین ضربه ای وارد کنه؟ شهود قتل موکل شما رو بالای سر مقتول در حال جیغ زدن دیدن با دستای خونی. تازه اثر انگشتی ایشون روی دستگیری در و میز و همه جای دیگه مشهود بوده. موضوع مهمتر این که موکل شما تو ادعای خودش گفته که مقتول نگاه سالمی به ایشون نداشته و دنبال این بوده که یک ارتباطی رو با ایشون برقرار بکنه. این یعنی که موکل من پیشاپیش محکوم به قصاص شد. پرونده جنجالی یه خانم فیروزی، یه طرفش کسی که کشته شده آدم خوشنامی بوده. معنی خوشنامی اینه که از یکی قبل از طلاقش خواستگاری کنم؟ هر آدم خوشنامی هم میتونه اسیر هوای نفس خودش واقع بشه. به عنوان نمونه ما تو تاریخ برسیسای عابدو داریم، کسی که مستجاب و دعوه بودش، یعنی هر چی از خدا میخواست بلافاصله برآورده میشد، ولی ایشون هم اسیر هوای نفس خودشون شدن و ملحد و گناهکار از دنیا رفتن. حالا سلیمی و سلیمی ها که خانم جای خود دارن، ولی این اتفاق هرچی بوده بین مقتول و موکل شما بوده. سند محکمه پسندی وجود نداره. تازه عصبی بودن موکل شما رو همه تایید کردن. به عنوان مثال آینه هتل هم روز قبل شکسته شده بوده. اون کار همسر موکل من بود. تنها چیزی که در این پرونده به نفع مریم شهابیه اینه که هرگز قتل رو به گردن نگرفته. از همون لحظه اول، از بازجویی تو جزیره تا الان، چه آروم بوده و چه هیستریک و عصبی، هرگز قبول نکرده خانم. یه جورایی باید سرم بالا باشه که زنم انقدر برای خودش ارزش قائل بود که به اون همه پول گفت نه. اما وقتی فکر میکنم که بخوان تناب دار بنزن گردنش، پیش خودم میگم کاش برم خیانت بکنم. آره، ولی بخشش خیانت به توه، بخش مهمترش خیانت به خودشه، به روحش، باورش. مریم از بچگی باورهای خودشو داشت. مادرش مذهبی بود، پدرش لاغت. سر همینم مادر جدا شد و مریم رو با خودش برد. البته شاید هیچ وقت نخواسته اینا رو برای تو بگه.
وقتی مادرش مرد و مجبور شد برگرده پیش پدرش و اون آمادهش که خوب به هم میومدن و عزا گرفته. اول دبیرستان بود که من تازه داشتم دیپلم میگرفتم. با من میومد کلاس کنکور که فقط اون خونه نباشه. با اون همه امکاناتی هم که داشت. اولش که باهاش آشنا شدم گفتش که نه دوستی نه نامزدی، فقط ازدواج. همه چی شرعی قانونی رو حساب کتاب. میخواست فقط زود از خونه باباش در بیاد. اون وقت حقشه بره بالای دار، ما هیچ کاری نتونیم بکنیم. گفتم که فقط یه راه داره، رضایت اولیای دار. زخرفا چیه میگی؟ از آخرین باری که بهم توصیه کردی همه حرفاتو گوش کنم. هرچی روزنامه بود خوندم، خط به خطشون رو حفظم. دیگه هیچ کدومتون نمیتونین چیزی رو ازم قایم کنی. نه دیوونه، دروغ نمیگم. هنوز یه راهی مونده، طلب عفو. میگه ببخشن، از خونشون بگذرم. ولی دم جان، اشغالشون اونور آب تعطیل شده که برگشتن. کله شرقی رو بذار کنار، بشه باید به پاشون بیفتی، التماسشون کنی، خواهش کنی تا شاید از خونشون بگذرن. دیگه این که سعید میخواد ببینتت. نه، ما اون حرفی ندارم. زود قضاوت نکن، تفلی اون روز واقعا احضار شده بود. خودم گزارش شرکت رو خوندم. همون موقع همون ساعت دیگه شماره واقعا منفجر شده بود. این قضاوت تویه که اون میخواست شما رو تنها بذاره. تفلی از این موضوع هم خیلی ناراحته که تا این حد نسبت بهش بدگم بود. به خاطر تو با خیلی ها درگیر شده. دیر نیست؟ نه اونقدر که تو تصور میکنی. حال اونم بفهم. سلام مریم جون. جناب، خواهش میکنم، این یک امر ویژه است. این کار شما متوجه عرض من نمیشه خانم. من هیچ تعهد ندارم که آدرس بستگان مریض و خدمتون عرض کنم. مطمئن باشید اگر از روش دیگه‌ای به نتیجه میرسیدم مزاحم شما نمیشدم. بازپرس پرونده هنوز نتونسته زن مقتول رو ببینه یا با دخترش صحبتی بکنه. ولی دم هنوز جلو نیومدن. فقط میخواستم ببینم اون از امریکا اومدن یا نه. آمریکا؟ بله، درست شنیدی. من نمیدونم، ولی حتما اونا هم دلیل خاص برای کارشون دارن. بله، گذاشتن تا صبح اعدام، کسی مزاحمشون نشه، راحت کارشون رو انجام بدن. اینا دیگه به من مربوط نیست خانم. آقای مدیر، زن جوون این آقا که تازه 8 ماه ازدواج کردن و دوست صمیمی منه، سرش داره میره بالای دار. اونم بیگناه. عجب گرفتارشون خانم. من نمیتونم. و سلام.
بیا. بازم که پیدات شد. ولی من دارم میرم. نه برای همیشه. خواهرم داره میاد دنبالم منو ببره عروس برون نظری پزون. زنگ زده دفتر گفته قرصا من بذارن تو جیبم. خدا حافظ. مواظب خودم باش. خب خوش بگذاریم. رضا بار تو من الان میام. این پسر سیه. ببین داره سوار اون ماشین میشه. بریم دنبالش. باشه فقط نبینم. اینا رو میشناسی؟ نه. سلام. سلام. اومدی خونه ما؟ بیا. 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 چای بخور. بخور دیگه. سلام خانم. الیکس قبول باشی شد. قبول حق. من با خانم آقای سلیمی کار داشتم. آقای نادر سلیمی. یا شیرینی. فرمایشتون. من با همسرشون کار داشتم. گفتم فرمایشتون. اگه همسرشون هم نیستن با پدر آقای سلیمی کار داشتم. اه؟ خب پس تشریف ببریم بهش زهرا قطعه 46 ردیف 10. شما دخترشین؟ شما؟ نشونه قبر پدر بزرگ تو خوب بلدی. یعنی آدم حسابی هستی تو این بر بچه های نسل جدید که دیگه چیزی واسه شون ارزش نداره. خیلی ممنونم از تعارف شما. از این حرفا چرب و نرمترش هم به هم گفتن هندوناشون هم بزرگتر از این چیزی بوده که شما میذارین زیر بغلم. بفرمایین بیرون. خانم برو بیرون. خانم برو بیرون. از تو زرنگ تراش هم نتونستن عکس مامان بدبخت منو چاپ کنن. شما نمیخواد زحمت بکشی. اجازه بده خانم. خانم برو بیرون. یکی نیست خانم اینجا بندازه بیرون. کم ناله کردم به درگاهه، کم خواهش کردم ازت، این چه بدبختی بود سر ما آوردی. چرا با رنگوش نمای مردم میکنی؟ خانم به خدا زن من بیگناه، به خدا بیگناه قاتل. خانم شما ببخشید. بلند شو وایسا. فقط یه شرط. گفتم بلند شو. شما ببخشید. شما عفو کنی. هر کاری بگی من میکنم. با تو کاری ندارم. باید به خودش بگم. اون باید بپذیره. شما بگی. من قول میدم قبول میکنم خانم. شما هر کاری بگیم میکنه. خودم نوکریتون میکنم. فقط خودش. خانم من وکیلش هستم. به من بگید چی رو باید بپذیره. باید به خودش بگم. این شرطیه که اون باید قبول کنه. خودش که زندانه خانم، نمیتونه بیاد خدمتتون. میام میبینمش. ولی اگه خبرنگار یا هر کس دیگه رو خبر کرده باشین یک کلمه حرف نمیزنم. از همونجا برمیگردم. دیگه قدم از قدم بر نمیدارم. مطمئن باشید هیچ کس، فقط خودتون. خانم فیروزی
ببخشید من نتونستم اونجا یه لحظه خودم. ولی شما وکیل گرفتین که با عقل اون به احساساتتون غلبه کنین. اگه واقعا به حضور من نیازی نیست خب بهم بگین. از این احساساتی بازی ها مریم هم زیاد در میاره. از اونم خب شما اجازه بدین. گفته شرط داره، می‌خواستم ببینم شرطش چی. میگه قبوله قبوله. چی و قبوله؟ چند برابر پول دیگه رو می‌خواد چی؟ اگه بگه زنتو طلاق بده و با دختر اون ازدواج کن چی؟ نامزد دختره ول کرده رفته. پدرش گفته ننگه با دختری همچین آدمی وصلت کنه. از یکی از زنای اونجا شنیدم. به همه میگفت زن و بچهش ولش کردن رفتن آمریکا. شاید اینجوری میخواست عذاب و وجدانش کم تر شه. 20 سال پیش از همون جدا شد. هیچ وقت نخواستم رسمی و تو شناسنامه از هم جدا شیم. دیگه ما رو پسند نمیکرد. دنیاش از ما جدا شده بود. من هم نمیتونستم مثل پسند اون بشم. پسر معلولمی که تازه به دنیا اومده بود بهونه میکرد، کم میومد خونه. فکر میکردم از دیدن اون ناراحت میشه، طاقت نداره که کمتر میاد خونه. ولی نه، بچه بهونه بود. از دیدن بچه خجالت نمیکشید، سر و وضع من تأخیرش میکرد. میخواست ماها یه شبه یه جور دیگه بشیم، اون جوری بشیم که اون تازه دیده بود و دلش میخواست. انقدر وضعش خوب شده بود که دیگه ماها شده بود این وصله ناجور. ولی هرچی باشه، هر کی باشه، پدر دخترمه. ماها یه عمر با آبرو زندگی کردیم. بچه‌م میخواد بره خونه بخت، بره دنبال زندگیش. یهو پدرش شد مرد متجاوز که زدن و کشتنش. یعنی فکر میکنی من دروغ گفتم؟ میخواستم با آبروی شما بازی کنم به قیمت این که خودم پشت میله های زندان باشم. ناموس بر زن دنیاشه. وایسادی میگی از خودت دفاع کردی، سرت هم بره بالادار بازم سر بلندی. ولی ما چی؟ این دختر چی؟ چطوری فردا تو در همسایه و همسر و دوستاشون رو سر بلند کنیم؟ چطوری؟ توقع داشتیم به خاطر آبروی شما میذاشتم هر بلایی که میخواست سرم بیاره. من از مادرم خواستم که بهتون بگه ما حاضریم از خون پدرم بگذریم، ولی به یه شرط. شما بگین اون مرد قصد تجاوز نداشته، بگین دوچار یه سوء تفاهم شده بودین، بگین اون نیت پدران نداشته، چون شما هم سن دخترشین. ازتون خواهش میکنم آبرومونه بخر، به باد میفتم. آبروم این دختر بخر، بهت التماس میکنم، به باد میفتم. ازت خواهش میکنم. نمیدونم چرا وقتی تو چشات نگاه میکنم منو یاد خودم میندازی. یاد اون لحظه هایی که دوست نداشتم کسی منو به عنوان دختر یا آدم به الکلی و لاوالی بشناسه. نمیدونم نتیجهش چی میشه، ولی من میخوام با خدا معامله کنم. آیا حرفایی که تو دادگاه زدین درسته؟ من اشتباه میکردم، همینه یه سوء تفاهم بود. اون آدم خوبی بود، حسش به من فقط یه حس پدرانه بود. خوشبختی منو میخواست چون ما همسر دخترش بودم. آیا کسایی مجبورتون کردن حرفتون رو پس بگیرین؟ اصلا قسم میخورین؟ خانم این حرفا چیه؟ چرا من قسم بخورم؟ کسی منو مجبور نکرده. کاش اول وکالتنامه منو ملغا می‌کردی. اشتباه کردی دختر، اشتباه بزرگ.
بهت گفتم اگه بگی سوء تفاهم بوده دستی دستی داری جرم خودتو زیادتر میکنی. گیرم اونا هم عف کردن، از خونشون گذشتن. چند سال حبسی که به لحاظ جزایی محکومی باید بکشی رو چی کار میکنی؟ مدعی العموم علیته. با اینکه ولیای دهم رضایت دادن ولی مدعی العموم برای تقاضای 15 سال حبس کرده بود تا اینکه اون اتفاق افتاد. اتفاق که نه، معجزه. همین که پیرمرد رفت و خودش رو معرفی کرد. وقتی اون روز گفتی با خدا معامله میکنی و آبروی دختر سلیمی رو میخری، از ته دل به همه چی به ایمان بودم. ولی حالا نمیدونم. امیدوارم به خاطر من دروغ نگفته باشه. اون اومده بود جنازه دخترش رو از آب بگیره تا به خانواده نامزدش نشون بده. یکی مرده تا مردم این شایعه یه که عروس شب عروسیش فرار کرده تا به شوهرش خیانت کنه رو کسی باور نکنه. گفته بود من افتخار میکنه، دوست داشته که من جای دخترش بودم. چند بار اومده بود ملاقاتم اما من ندیدمش. یه یادگاری از دخترش برام فرستاد و پیغام داد که من اونو به دخترش رسوندم.